با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان دفتر برنامه های خبری تحلیلی امشب را ورق میزنیم با برنامه شامگاهی صفحه یک باستاب سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تلویزیونی با جمهوری اسلامی ایران و اظهار امیدواریش از موفقیت اعتلاف روسی ایرانی It has to succeed or else we're facing the destruction of the entire region not just one or two Our countries with vision and experience. ادامه نبرد های روس ها علیه به اصطلاح موازه گروه های داعشی در میان شک و تردید جهانی جدال برجامی در مجلس میان حلقه رادیکال ها به سرپرستی رسایی و روح الله حسینیان و همینطور هیئت رئیسی مجلس هواشی دادگاه بابک زنجانی و به میان آمدن پای سه وزیر دولت احمدی نژاد و بالاخره تشعی جنازه حجاج ایرانی بازگشت از عربستان پیکرهای متحر 104 تن از جان باختگان ملا بامداد با امروز به فرودگاه مهرآباد تهران منتقل شد. تصاویری که شما به صورت زنده و مستقیم همین از شبکه خبر از فرودگاه مهرآباد تهران دریافت می‌کنید مربوط هست به مراسم ادای احترام سران سه و, و مسئولان عالی رتبه کشور به پیکرهای متخر جنباختگان ملت سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب دوشنبه 13 همه ماه مهر ایرانی برابر با 5 اکتبر سال 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهیم رساند. همینک و در بخش آغازین برنامه نگاهی خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه به روال معمول همه شب نخست باستا به اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رئیس جمهور خودکامه کشور سوریه از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران It has to succeed or else we're facing the destruction of the entire region not just one or two countries We're sure of that Our countries with vision and experience, us, Iran and Russia, have faced terrorism in various ways. If we unite our militaries, intelligence and security as well as other means to fight terrorism, I think that this coalition's chances of success are high, not low.. <laughs> منتشر شد از ابتکار عمل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تشکیل این ائتلاف قدردانی کرده است. وی پاسخ به این پرسش خبرنگار شبکه ی خبر ایران که اکنون اعتلاف جدیدی در منطقه و با حضور ایران روسیه اراق و سوریه در حال شکل است و با توجه به حمایت های برخی کشورهای منطقه از تروریسم آیا این اعتلاف می تواند عمل کردی موفقیت آمیز داشته باشد در پاسخ به این پرسش گفت که باید این اعتلاف موفق شود وگرنه شاهد تخریب همه منطقه خواهیم بود و ما مطمئن هستیم که این اعتلاف موفق مح... خواهد بود ایشان در عین حال کنارگیری خود از قدرت با هدف بازگرداندن آرامش به سوریه را رد کرد و گفت چنانچه راه حل در کنارگیری از قدرت بود من هرگز تعلل نمی کردم. رئیس جمهوری سوریه با نام بردن برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، بریتانیا، فرانسه و نیز کشورهای منطقه‌ای همچون عربستان و ترکیه به عنوان دشمن سوریه یاد کرد و گفت که آنها تنها هدفی که توانستند با آن جامعه عمل بپوشانند تخریب تأسیسات زیرساختی سوریه و ریختن خون شهروندان آنهاست. بر اساس گزارش ها در حالی که جمهوری اسلامی ایران از عملیات جدید روسی حمایت کرده اما آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ترکیه، عربستان و قطر کشورهایی که اسد در این گفتگو از آنها به عنوان دشمن یاد کرده بود از روند این عملیات انتقاد کردند این کشورها که خود ائتلافی جداگانه برای هدف قرار دادن گروه حکومت اسلامی مسلم به داعش و دیگر گروه های تندروی اسلامگرا در سوریه تشکیل دادهاند میگویند که حملات روسیه بیشتر بر مخالفان میان روی دولت سوریه متمرکز شده و نه گروههایی مانند حکومت اسلامی که البته مسکو این انتقاد را رد کرده است این ابراز اطمینان بشار اسد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از پیروزی احتمالی و قطعی اطلاف روسی در حالی صورت میگیرد که در تازه ترین گزارش ها اعلام شد که داعش مرکز فرهنگی تاریخی شهر پالمیرا را به کلی منهدم کرد. رئیس سازمان میراث باستانی سوریه گفته است گروه حکومت اسلامی داعش یک بنای تاریخی دیگر به نام تاغ نصرت را در محوطه شهر باستانی پالمیرا تخریب کرده است. معمون عبدالکریم رئیس سازمان میراث باستانی سوریه دیروز یک شنبه دوازدهم ماه مهر به خبرگزاری رویترز گفت منابعی مطلع در شهر پالمیرا تایید کردند که بنای تاریخی تاغ نصرت توسط گروه خلافت اسلامی تخریب شده است گروه حکومت اسلامی پیشتر نیز دو معبد تاریخی در محوطه باستانی شهر پالمیرا را منفجر کرده بود سازمان یونسکو نیز تخریب این معبدها را جنایتی جنگی با هدف از میان بردن نمادها و آثار فرهنگی سوریه توصیف کرده بود ادامه می دهیم خبرهای سوریه اظهارات بشار اسد و بررسی در روزنامه های امروز ایران در این راستا روزنامه های نسبتا مستقل از نهادهای قدرت و حاکمیت بدون پوشش و یا پرداختن خاص از اظهارات اسد به آرامی گذشتند و این اظهارات تازه به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تا حدودی نادیده انگاشتند در حالی که برخی از روزنامه های وابسته به محافل قدرت و نظامیان گزیده از سخنان اسد رو به طور گزینشی باستاب دادند، تا جایی که روزنامه جوان ارگان نظامیان سپاه پاسداران اسلامی به نقل از بشار اسد مدعی شد که در سال 88 اروپایی ها به وی گفتند که حکومت جمهوری اسلامی فرو می پاشد که البته در آن مقطع گویا دیدگاه بسیاری از کارشناسان عرصه سیاست و رسانه اینگونه بوده است دیگر روزنامه های اردوگاه راست افراتی همچون رسالت و وابسته به جناح بازار و معتلف ای ها حمایت وابسته به قوه قضایی و یا روزنامه خراسان پاره‌هایی از اظهارات بشار اسد رئیس جمهور خودکامه سوریه را در صفحات نخست و میانی پوشش داده بودند ادامه میدم برنامه خبرها و صفحه یک رو خبری از توافق هسته ای این بار با تغییر موضع بنیادین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که تا حدود زیادی از تازگی و تغییر موضع این دولت مرد همار مخالف توافق حکایت داشت بر اساس مصاحبه تازه ای که نتانیاهو انجام داد موضوع توافق هسته ای رو خاتم یافته توصیف کرد و گفت از این پس بایستی مراقب ایران بود تا به تعهداتش عمل کند بنیامین نتانیاهو به شبکه خبری سی این گفت okay. Now that it's done, let's ایران forward. Let's keep Iran's feet to the fire. Let's make sure that they keep all their obligations under the nuclear deal. That's first thing. Second thing, let's block Iran's other aggression in the region. از این پس باید مراقب بود که ایران به تعهداتی که در توافق اتمی داده عمل کند این در اولویت است های تازه نتانیاهو در برنامه جی پی اس فرید زکریا مطرح شده است همانگونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید ایشان از سرسختترین مخالفان مذاکرات و سپس توافق اتمی ایران و گروه پنجه به علاوه یک به شمار میرفت ادامه میدهیم با دیگر مطالب برگزیده از روزنامه های امروز ایران در ایران فردا فرجام برجام و موج جدیدی از جدال های مجلسی حول توافق هستی مطلب اصلی تمامی روزنامه های اصلی کشور بود که البته با خانش های مختلف از روی کرد رسانی که دارن پوشش داده شد در این میان روزنامه اعتماد در مطلب اصلی شماره امروز از افشای پشت پرده گزارش برجام خبر داد و در این گزارش به نقل از پنج عضو کمیسیون برجام که در بیانیه خطاب به ملت تنظیم شده بود مدعی شدند که گزارش قرائت شده این کمیسیون خارج از پارلمان تدوین شده است در این جدال مجلسی و دولتی تاجگردون در اظهار موضعی خشمگین و معیوسانه و ناامیدانه خطاب به نماینده های تندروی مجلس سریحا گفت تعارف نکنید برجام را رد کنید تا مردم تکلیفشان را با شما بدانند در پی این افشاگری ها مبنی بر اینکه متن مخالفت در محل دیگری تنظیم شده و اصلا در کمیسیون تحریر نشد روزنامه شهروند به قلم آرمین منتظری در یک یادداشت تحلیلی گمانه زد که متن گزارش کمیسیون برجام و مقایسه آن با سخنانی که از روی سعید جلیلی مذاکره کننده ی سابق هسته ای ایران در کمیسیون مطرح شد به وضوح شباهت متن گزارش کمیسیون با سخنان جلیلی که تماما در انتقاد از توافق هسته ای بود مشاهده می شود که گویا همگی نشان از نشست های نعومحفلیان نوپدی در ماجرا دارد که از خط روح الله حسینیان و حمید رسایی و با شاخه های رسانه روزنامه جوان و کیهان و وطن امروز دنبال می شود ادامه می بر اساس گزارش روزنامه های امروز مجلس با رد دو فوریت این تر عملا نتوانست درباره توافق هستی به توافق نهایی برسد ورق میزنیم با روزنامه دیگر البته کماکان با همین موضوع و مضمون عمده روزنامه های امروز در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس را به تصویر کشانده بودند که با خستگی و استیصال خاص از دو سوی گروه های تنروی مجلس میخواهد که آرامش را حفظ کنند به این موضوع و ابعاد آن پرداختند روزنامه ایران ارگان دولت از آن به عنوان روز دفاع برجام از سوی علی لاریجانی یاد کرد و روزنامه بهار با همین تک تصویر از آن به عنوان خلف وعده اصولگرایی یاد کرد این در حالی بود که کیهان روزنامه وابسته به نهاد رهبری ایران همسو با نمایندگان مخالف برجام با واژگانی جنجلی تر از فاجع آفرینی برجام در گزارش کمیسیون ویژه نوشت و در عین حال با ابراز مسرت اعلام کرد که دو فوریت یک طرح انحرافی با محتوای کلی و مبهم رأی نیاورد و اما حسین شریعت مداری نماینده تامل اختیار علی خامنه ای در مؤسسه مطبوعاتی کیهان با ادبیاتی بسیار سخیف و الفاظ خیابانی در یادداشتی داشتی به عنوان حالا بگو ماشاءالله مسئولین مذاکرات هسته دولت روحانی را به رانندگان خودروی قرازی تشبیه کرد که جز بوق چیزی ندارند اما از زخم نظر می نالند و مطالبی از این دست و غیرو که اصلا در شعن رسانه ای با آن سابقه نیست حسین شریعت مداری معتقد بود که برای این تر نمایندگان مجلس هیچ نامی مناسب تر از کلیات عبول بغا نمی توان یافت و اظهار تحصف می که چگونه امضای 75 تن از نمایندگان مجلس را با خود دارد آنجا که اشاره کردم که با این سابقه نیست منظور من سابقه روزنامه کیهان در سالیان پیش از انقلاب ورق میزنیم و ادامه میدهیم با سایر موضوعات منتشره بابک زنجانی و هواشی دادگاه این بازرگان جوان برآمده از دامن جمهوری اسلامی که در عهد احمدی نژاد به بسیجی اقتصادی ملقب شد و از رانت عجیب دولت موسوم به مهرورز و پاک دست محمود احمدی نژاد بهرمند شده بود بر صدر صفحات نخست بسیاری از روزنامه های امروز جای داشت از جمله روزنامه ابتکار از امضای وزیر نفت احمدی نژاد پای سند تایید بابک زنجانی خبر داده بود و یا روزنامه شهروند صرفا از این بازرگان ضرر دیده در نظام فقها نوشت که وی مدعی شد فقط به وی تهمت زدند و او بیگناه است کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با تازه های از برگزیده های روزنامه های امروز دوشنبه. هشدار اقتصادی چهار وزیر کابینه روحانی نسبت به بروز و گسترش بحرانی اقتصادی در ایران نیز بر صدر بسیاری از روزنامه های امروز جای داشت. بر اساس گزارش منتشره در بیشتر روزنامه های امروز وزرای اقتصاد کار صنعت و وزیر دفاع دولت حسن روحانی در نامه مشترک به رئیس جمهور ایران خواستار اخذ تصمیم فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به بحران شدهاند علی طیبنیا وزیر اقتصاد علی ربیعی وزیر کار محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت و حسین دهقان وزیر دفاع چهار نفری هستند که این نامه را امضا کرده اند در این نامه احتمال فرو زیدن اقتصاد ایران به آنچه بحران توصیف شد به دو عامل خارجی و داخلی و حتی ناهماهنگی های میان بخشی در دائره دولت نسبت داده شده است وزرای دولت حسن روحانی میگویند ارزش بازار و اساس شاخص قیمت طی 19 ماه گذشته 42 درصد کاهش یافته است در ذکر مستاق بحرانی بودن اقتصاد در این میان اما در حالی که عمده روزنامه‌های نزدیک به دولت از این رویداد به عنوان هشداری هوشمندانه استقبال کرده بودند روزنامه‌های نزدیک به طیف دولت احمدی نژاد و منتسب به جبهه اصولگرایان از این موضوع نیز در صدد بهره های جناهی و سیاسی برآمدند تا جایی که روزنامه وطن امروز از آن به عنوان شکاف علنی در دولت یاد کرد این روزنامه تمام دولت ستیز در یادداشت ستون اصلی شماره امروز نیز در پی رسوایی‌های افشا شده در دادگاه زنجانی و نقش سه وزیر دولت احمدی نژاد در برکشیدن زنجانی کوشید تا نام جواد ظریف رو در مقاله ای با احتمال ثروت در کنار نام راکفلر بنشاند تا مقابله به مثلی کرده باشد وطن امروز در یادداشتی به عنوان ادعای راکفلرها درباره ظریف به قلم مشتبه اسقری با انتشار به اصطلاح اسنادی و با اشاره به دست دادن باراک اوباما و ظریف مدعی شد که راکفلرها در رشد و تربیت ظریف در آمریکا نقش داشتند و صریحا با استناد به اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای که دست دادن رو مصداق جاسوسی دانست, دانست, مدعی شد که وزیر خارجه کابینه روحانی مصداق اتهام جاسوسی است و حتی خواستار محاکمه شدن این وزیر خارجه شد و باز بابک زنجانی که در دومین جلسه دادگاه نیز هواشی آفرید روزنامه قانون در گزارش اصلی شماره امروز با عنوان سینجین لوزان کیست می که پای سه وزیر دولت احمدی نژاد به پرونده بابک زنجانی باز شد گزیده بسیار کوتاهی از ماجرای سینجین لوزان کیست که با هم میخوانیم حکایت از آن دارد که بابک زنجانی گویا در امر جابجایی ارز برای مشتریان خاص خود در اوائل اردیبهشت بهشت ماه سال 91 با شخصی با نام مستعار که ننوشته شد سینجین در لوزان سوئیس ملاقات کرده و در آن ملاقات از امکانات پولی و بانکی خود در خارج از کشور میگوید سپس سینجین بابک زنجانی رو به وزیر سابق نفت معرفی میکند و وزیر نفت نیز با ملاقات موافقت می کند. نماینده دادستان نوشت که بابک زنجانی گفت که در چین و امارات متحده عربی انبارهای نفتی دارد و میتواند نفتها را در این انبارها نیز ذخیره کند اما با اجاره نفت موافقت نمی شود سپس بابک زنجانی به عنوان خریدار وارد می شود ایشان توضیح داد که بابک زنجانی با یک عملیات حرفه‌ای و متقلبانه و تمام ایار مدیران نهادی به نام HK و صندوق بازنشستگی را به یک نقدینگی بی اساس امیدوار می کند نماینده مدعی عموم در ادامه نوشته بود که محرز و مسلم است که بابک زنجانی هیچ گونه وجه و منابع ارزی از خود برای پرداخت حوالجات مشتریان نداشته تا حوالجات ارزی مشتریان را از این محل انجام دهد بر اساس گزارش روزنامه قانون این جلسه نیز با هواشی چون حضور امیر تطلو خواننده پاپ در دادگاه انقلاب اعتراض شخص بابک زنجانی به اتهامات همینطور ماجرای نامه وکلای خارجی متهم تکان دادن مکرر پاهای بابک زنجانی در طول جلسه دادگاه و همینطور لبخندهای گاه و بیگاهش همراه بود که بیشتر روزنامه ها به این موضوع اشاره کردند. و با این گزارش از روزنامه قانون وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد از شما دعوت میکنم آخرین و تازه ترین خبرهای تکمیلی را ثانیه های بعد در برنامه آن سوی خبر ببینید تا آنگاه این جانب از محضر شما خداحافظی میکنم تا دفتر تازه یا صفحه یک با روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا شامگاه خوش بدرود